مسئله را شما ثابت کردین که مطعم منسوخ نشده؟ اگر ثابت کردین و اگر من برای شما چندین دلیل آوردم ببینید، از مسلم، از قرآن، من فردا در تلویزیون در مسلم، آقا ما تمام احادیث مسلم در باب متن مطالعه کردیم، شما احادیث منسوخه را میخوانین ناسخه نمیخوانین؟ متاسفانه مشکل شما همین چیز است جان برادر. آقای صادق، مشکل شما همین چیز است. روایت در بخاری نشان میدم، در مسلم نشان میدم. حالا من میگم در بخاری و مسلم روایت منسوخی و صراحت داره که عبدالله ابن مسعود میگفت منسوخ نشده، بقیه صحابه ابن عباس میگفت منسوخ نشده. روایت ابن عباس از ابن عباس از روایت خود در ابتدای خود شما که بعد از وفات رسول خدا، که رسول خدا دیگر رفتن، دیگه چیز نفر نمیشه بعد از رسول خدا، دختر ابوبکر صیغه میداد. همراه کی؟ بفرمایید همراه کی؟ همراه زبیر ابن عوام. کی میگه؟ دختر عبدالله ابن زبیر. دختر ابوبکر صدیق، اسماء بنت ابی بکر، اسماء بنت ابی بکر. آقای الیاری، شما تاریخ مطالعه کنین، تاریخ دروغ میگن. اسماء بنت ابی بکر صدیق خانم عبدالله ابن زبیر بود، امراش ازدواج کرده بود، او خانمش بود، ازدواج کرده بود، نکاح کرده بود. الله اکبر. آقای صادق، این کتاب نوشته کرده که اسماء بنت ابی بکر صدیق و عبدالله ابن زبیر صیغه کرده بود. شما ببینیم برادرها، یعنی یکی از مشکل بزرگ رافضی همی مطلب است که عبدالله ابن زبیر این اولین کودکی است که در مدینه منوره تولد میشه از مهاجرین، و عبدالله ابن زبیر یعنی این اولین طفلی است که در مدینه منوره پیدا میشه. یعنی شما در بین صحابی ببینن که یک نفر در اونجا ازدواج کرده، نکاح کرده، و میگه که از اثر صیغه پیدا شده. سبحان الله، سبحان الله و الحمدلله. یعنی مشکل ما این است که ما متاسفانه تاریخ برای مردم، اگر به این شکل آقای الیاری برای مردم تو تبلیغ کرده باشی، یعنی کل مردم را واقعا که به گمراهی بردی. حالا صدای ما پخش میشه یا نمیشه؟ بله، صدای ما پخش میشه. بله بله. آقای صادق، برادر بزرگوار، عالم بزرگوار، اگر حالا اگر فرض بکنید، شما میگید من دروغ میگم، اینا همش دروغه، اگر فرض کردن که مشکل نیست، اگر من ثابت کردم که دختر ابوبکر نه در حیات رسول خدا، بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صیغه میکرد، تو حاضر بیای شیعه شیعه بشی؟ در کجا صیغه میکرد؟ در مدینه منوره. در مدینه منوره اصلا صیغه نبوده به شکلی که خودت میگی. شما فروعی کافی دارین؟ اگر من ثابت کردم، شما فروعی کافی دارین آقای الیاری؟ شما در جل شما ببینین از امام جعفر صادق عبدالله ببینین، ما به روایت خودتان عبدالله گوش کنید، دختر ابوبکر زانیه اصلا یک تهمت است، اصلا دختر ابوبکر زانیه نیست، بلکه تو ولد زنا هستی و امثال تو اولاد صیغه. و این الفاظی است که شما در مورد خودتان اگر بگویند، راستی هم شما ولد زنا هستند، اولاد صیغه هستند. صیغه خودش زنا است و خودش تجارت شرف و ناموس است. اما در مورد صحابه همین کفایت میکنه که ما وقتی که میبینیم در مابین قرآن کریم که خداوند متعال میگه که مهاجرین و انصار، کسانی که در زمان پیامبر اسلام بودند و کسانی که از اونا پیروی کردند، اینا کسانی هستند که الله متعال از اینا راضی است، اینا رو بعدی جنت داده. عبدالله ابن عمیر میگه، گوش کنید، من روایت خود شما رو میگم، عبدالله ابن عمیر میگه برای ابی جعفر علیه السلام، آیا یسرک ان نسائک و بناتک و اخواتک و بنات عمک یفعلن؟ آیا دوست داره امام جعفر صادق دو زنان تو، دختران تو، تو پشتر گفتی که باید دختر اگر کسی داشته باشی کار باید بکنه، و اخواتک خواهرهای تو و بنات عمک دخترای کاکای تو، یفعلن ای تمتعن، که متعب بکنن، صیغه بکنن. فاعرض عنه ابو جعفر علیه السلام، امام جعفر صادق از روی گشتان حين ذكر نسائه و بنات عمه، که زنای زیرا و دخترای کاکای زیاد میکنه. ای شیعیان دنیا، ای مسلمانان، آیا امام جعفر صادق یک کار ناروای زشت را روی خود دور میته که چرا دختران مرا و دخترای کاکای مرا و زنای مرا یاد میکنین؟ فروی کافی جلد 2 صفحه 42، التهذیب جلد 2 صفحه 186. من نمیدانم که امام جعفر صادق راست میگه، آقای الیاری راست میگه، من به کدام قول عمل بکنم؟ آیا یک عمل انسانی بوده؟ آقای صادق، صدای ما پخش میشه؟
من بله بله بفرمایید. حالا شما مرا از نازانه گفتین ای خود نسبت به خودت به قوم و قبیلت به پدر و مادرت خب اصلا اولاد زنا هستی به خاطری که به صحابت نسبت دادی، به خاطری که نسبت میتی کسی که به دختران پیامبر و به دختران صحابه اولاد زشت میتن، یعنی حکم زنا میکنه ای ولد و زنا است. به خاطر از اینکه قرآن کریم میفرماید که ای کسایی که کار میکنه اینا حتما از لقمه حرام و یا از نطفه حرام پیدا شده اند. من بحثای شما را در تلویزیون ها که وقتی که میشنوم تکفیرتان نسبت به صحابه است، نسبت به زنان پیامبر است، نسبت به ازواج مطهرات است و نسبت به بزرگان دین است. آیا اگر لعنت و تکفیر و بد گفتن از دین شما ما بیرون بکشیم چیزی در دین شما میمانه؟ آیا چیز در مذهب شما باقی میمانه؟ خود چیز دیگه وجود نداره متاسفانه. و به این خاطر است که متاسفانه آیات قرآن تحریف میکنند، شما روایات دینی خودتان قبول نداره. صدای برای پخش کرده مردی آقا بفرمایید. بفرمایید صدای شما بلند است. صدای ما پخش میشه. خب جواب حرف تشنید اون یک. حالا اما اون حدیثی را که از امام صادق علیه السلام است که خواندی که امام صادق علیه السلام رو برگشتانن، اون نه به خاطر این که نکاح حرامه، چون اون شخص میخواد به احترامی بکنه به امام صادق علیه السلام. چرا به احترامی بکنه؟ سر شما، خواهر شما، نمیدونم پسر عمو، امام علیه السلام نگفت که حرامه، روی خدا برگشتان. چرا برگشتان؟ یک مسئله شریعی من در برابر انسان بی ادب قرار بگیره روی خود را برمیگردانه. این واضح روشن جواب شما. من روایات اگر شما از کافی میخواید، اون همه روایات اونجا هست در فضل کافی، در فضل متعد، در ثواب متعد، اون همش موجوده. شما اگر جرأت دارید خب بیایید ما بحث میکنیم، اشکال نداره. نه چرا رسول دین در امام جعفر صادق چرا روی خود برمیگردانه؟ از این افراد جواب بده، اونا رو جواب بده. اگر جرأت داری رفتی به متعد چست بیدی. الان متعد من از کتاب خود شما ثابت میکنم، گفتم کنم انشاءالله که بزرگان از صحابه متعرب بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم جایز میدانستن. اصلا تمامش روایت منسوخ است. در مسلم آمده، در چه از جمله دختر خود ابو بکر. بله تخصص داشت ایشان در متعرب دادن. اصلا کارشم اصلا تمام اون اگر جواب سوال من نداری. اگر ثابت شد شما قول شیعه قبول میکنید یا هنوز لج میکنین و زد میکنید؟ اگر شما به اساس آیات قرآن ثابت کنین و احادیث پیامبر، ما از احادیثم ثابت میکنم، از همش ثابت میکنم. در آیات قرآن خمات شده نتوانستن، در احادیث پیدا میکنن. حاضر هستین اینجا؟ حاضر هستین که پیر قول شیعه قبول کنین؟ شما اصلا در آیات قرآن چند دلیل برای ما ثابت کردین؟ چی رو ثابت کردن؟ مسئله مطهره چند فیصد ثابت کردین؟ من دیگه برادر عزیز، من گفتم که فمستمتعتم به من هن فات هن اجوره هن، این درباره نکاح متعهد و می ایرا شما قبول نکردین. حالا من فردا حالا این آیه رو شما اشتباه میخوانید. برابر کامره تلویزیون من نصف اول زیر خانه خواندند. آقای علایاری، این نصف اول زیر آیه چرا پرت میکنند؟ نصف اول آیه را، قسمت اول آیه را چرا این کار میکنند؟ المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. بله آیه تفتیش را خواندم، آیه 23 سوره نساء را خواندم، 24 نساء را خواندم. من از شما پرسان کردم فمستمتعتم، حرمت کسانی که انسان نکاح با اونا جائز نیست آمده. بقیه آیه اینه که میتونه با کسانی که غیر از اونایی که ذکر شده اونا میتونه شما نکاح. اساسا یک تحریف است آقای علایاری. شما لطفاً قرآن کریم را به مردم تعریف نبکنین و ما خواهش شما می است که شما امت را گمراه نکنید. ما خواهش شما می است که شما یک تعداد مردمان بیچاره بی سواد را به نام دین از دین نکشین. نمیخواستید آمدم، الحمدلله رب العالمین، مردانه آمدم. من الان چهره شما رو میبینم که چقدر ترسیدی، چقدر رنگت پریده. فردا من ثابت میکنم اون خیلی زنگم میزنم بری تلفن تا جواب بده. شما نه شما قطع نکنید آقای علایاری. شما قطع نکنید. من اگه میخوای من شما پرسش میکنم، شما اگر پرسش دارید از من بکنید. شما قطع نبکنید. نمیکنم. بله بله قرار میکنه که مانند بوزی کوهی از کو بالا رفت. بله بله بسیار خوب بسیار خوب. آیا شما امین مطلب را خوب یعنی شما ایره درک میکنید که اولی اوکی عرض میکنم خدمتون که خیلی جالب بود. این کانال نمیدونم از کجاست، حالا از کجا پشتیبانی میشه و اینها، مرد سنیست نشسته صحبت میکنه، جیغ و جاغ رافضی ها هم در اومده، یعنی خود ما
دیدم اون قزوینی رو آوردن نشوندن اینجا که جواب اینا رو بده، اونمش اباطیل میگه. آقای استاد قزوینی چیزی نداره، آخوند شیعه چیزی در دست برای دفاع از خمس و متعه و فحش به عمر و فحش به ابوبکر و فحش به عایشه و یاران رسول و اینا رو نداره جواب چیزی بده. و این داستان متعه هم گردن خود ماست به گمان من، به واسطه اینکه شاهان ایران بزرگان زنان متعدد داشتن، بعد این داستان بدین وجه در آمد که متعه چیز خوبه، بتوانند بیشتر اینها در واقع حرم سرای 300-400 زن داشتن، کما این که یک زمانی که ترکان به ایران آمدن، ترک مردم آذربایجان رو عرض میکنم، اونا که با فرهنگ ترکی از اون سو آمدن، از کوههای اورال آلتای ایران آمدن، اینا غلامباره بودن. همین آخوندهای سنی به حلال بودن لوات اینها فتوا دادن، کما که در افغانستان متاسفانه امروز هم رایج عروس ما نه. بچه رو برده بودن دکتر در ایران، گفت آقا این چرا اینجوری فلان اینا، گفت عروس ما نه، اینا آخوندهای سنی کردن، فراموش نکنیم. اما حرفاش دو سوم درسته، این مرد سنی راست میگه، درست میگه، میگه آقا همچین چیزی نبوده، حتی امام جعفر صادق بیزار بوده از این داستان. یک اشتباه خیلی 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 مهم و بعد هم این آقای سعادت کرد و اون در باب ابن زبیر بود، ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر، شوهر اسما نبود که ایشان میگفت نکاح کرده، اون زبیر بود بابا، عبدالله ابن زبیر پسر اسماست نه شوهر او. اگه یک آقا رو میشناسید لطفاً بگید که ایشون هم مردم رو گمراه نکنه. عبدالله ابن زبیر یعنی عبدالله پسر زبیر، مادرش اسما بود، زنش اسما نبود، در واقع دو دختر بزرگ ابوبکر داشت که اینها به هزاران رجال اسلامی ارزش داشتن، یکی عایشه است و یکی اسما، همین آدمی که این آخوند نادان رافضی میگوید که متعمی داد، زنی بزرگتر از اسما نبود در دوران خودش. اینها مایه افتخار زنان تاریخ هستن، هم اسما هم عایشه. یعنی شما وقتی مقایسه میکنید بدون تعصب، حضرت فاطمه زهرا فضیلتی نداشته. آقا فضیلتش چی بوده؟ هزار فضیلت ما از عایشه سراغ داریم. بیچاره یک آدم مظلومی بوده، یک شوهری داشته که دوست نداشته و بعد با سر تا پا خون می آمده دم در، یک غمه پرخونی باید اینا رو می شست. یه خود نیست که جوان مرد، قابل قیاس نیست عایشه با حضرت فاطمه زهرا، چیزی نداشته بیچاره، یه زن خونه بوده، رخ میشسته، نماز میخونده. چه فضیلتی؟ کجاست فضیلت ها؟ کجاست بزرگی ها؟ آخه اینو باید گزارشی باشه، چون ما تعصب داریم که نمیتوانیم جای مردم رو در تاریخ بالا و پایین بکنیم. که اسما زن بزرگی بود. این آخوند بسیار بسیار سخن مهملی میگه، آخوند خودمان را عرض میکنم، که میگوید این صیغه میداد، متخصص صیغه دادن بود، یعنی فاحشه بود دیگه، اینجوری فحش میده رافضی. حالا بارها عرض کردم که این تشیع در واقع این قومیت و ملیت ما رو حفظ کرده، فراموش نکنیم. یکی از حداقل از ارکان مهمش که ایرانی در مسیر اصلی اسلام وارد نشد همین شیعه بوده، چون شیعه به سیم آخر زدن. اما دیگه امروز به درد ما نمیخوره، امروز دیگه ما مردم ایران اونقدر دانا شده ایم که بتوانیم فرهنگ خود رو نگه داریم، مملکت رو خود رو نگه داریم، زیر سایه علی و حسین و اینا دیگه نیستی که چون سنی ها در بغداد هستن یا در آنکارا هستن ما هی لعنت به سنی بکنیم که اختلاف خود رو با اونا نشون بدیم. اینا ما روزگار جاهلی و نادانی و ناچاری است. اگه این آقای سعادت یا سادات این مرد محترم سنی رو دیدید بفرمایید که آقا ابن زبیر شوهر اسما نبود، ابن زبیر پسر اسما بود و چه زن بزرگی بود. عبدالله ابن زبیر کسی بود که در همون دورهای بعد از یزید و اینها مکه رو گرفت و در اونجا خلافت میکرد و حکومتی معلوم میکرد. داستانش با
محمد حنفیه داستانش با مختار ابو عبید ثقفی، اینا خیلی خیلی مشهور هست، خیلی مشهور هست. سرانجام حجاج ابن یوسف ثقفی رو مأمور کردن که عبدالله ابن زبیر رو به قتل برسونه و ایشون محاصره کرد و منجنیق آورد. منجنیق هم از ایرانیا گرفته بودن، عرب نیست منجنیق چی هست که. بعد خانه کعبه رو بمباران کردن و تخریب کردن، شکاف هم در آسمان نیفتاد و عبدالله ابن زبیر رفته به مادرش اسماء بنت ابوبکر صحبت کرده که مادر من چه کنم، این حجاج میخواد که من در واقع در امان او باشم و تسلیم کنم. ببینید این مادر چه گفته. من دو مد خدمت شما میخوانم، یکی از تاریخ طبری، یکی از خواجه ابوالفضل بیهقی. چه زنی بوده؟ اسماء دختر ابوبکر، ابوبکر عبدالله ابن ابی قحافه اسم ابوبکر بوده. مرد بسیار بزرگی بود، انسان خیلی خیلی ملایمی بود، در روزگاری هم که مسلمان نبود منشأ و مصدر کارهای خیر بود، من جمله آزاد کردن اسیران از ثروت خودش. منتها هر کسی به قدرت بنشانیم حتما جنایت میکنه، ایشون هم بسیار جنایت کرد در روزگاری که خلیفه شد، قتل عام عرض میکنم مرتدان، کسانی که از دین برگشته بودن. این اسلام عزیز هر جوری ما بندازیمش بالا، این گربه مرتضی علی چارچنگولی میاد پایین. امیرم داره میخنده، میگن که با صحبت میکنیم آقا چگونه است این داستان، لا اکراه فی الدین خجالت آوره. یه با میاد مسلمان میشه، بعد میگه نمیخوام بشم، میگن سرشو ببرید. مردمان عرب مردمان آزاده و بزرگی بودن، مردمان بزرگواری بودن، حال ملت بزرگی نبودن به لحاظ مدنی، اما بارها عرض کردم دلاوری داشتن، مهمان نوازی داشتن، فتوت رو میفهمیدن. اینها بعد از رحلت رسول همه برگشتن به دین اجداد، به جز کسانی که در مدینه بودن و قریش، چون منافع داشتن اینها. این ابوبکر خالد رو فرستاده همه اینا رو قتل عام کردن، به زور میفرستادن جاسوس کجا الله اکبر هست، وقتی الله اکبر نماز نبود خالد میریخ همه رو قتل عام میکرد. اما در روزگاری که مسلمان نبود مرد بسیار خوبی بود، در زمانی هم که در طول این 23 سال میدونی نخستین کسی که مسلمان شده ابوبکر، نه علی، علی که بچه بود که اسلامش به درد نمیخورد، که بچه 7-8 ساله، حالا اسلامش اهمیتی داره؟ کسی که خانه شاگرده و خرجش کسی داره میده، حالا اسلام چقدر مهمه؟ تازه گفته من مسلمان نمیشم تا به ابوطالب بگم. از رسول نقل است که گفت هیچ کس رو ندیدم مثل ابوبکر که بدون اینکه شک بکنه و تردید بکنه آمده به من رو مراجعه کرده مسلمان شد. حالا خیلی خوب، من اینجا از متن تاریخنامه طبری میخونم خدمتتون که حجاج ابن یوسف ثقفی، خونخوار عرب، خونخوارتر از حجاج ابن یوسف ثقفی تاریخ کم دیده، وقتی مرده 100,000 زندانی داشته. حالا چه خونها ریخت بماند. خب اینجا میگوید که از کنار رفقای و دوستان و شمشیر زنان عبدالله ابن زبیر، از کنارش دخون پسر اسماء، نه شوهر اسماء، از کنارش پراکنده شدن. 5 مرد باقی نمان، عبدالله برفت و مادر را بدرود کرد، و مادرش اسماء بود دختر ابوبکر رضی الله، و زنی پیر بود با رای و تربیت، متخصص صیغه دادن بود. این شیعیانم مثل همین استبدادیون سابق هستن، هر آدم حسابی بود در تاریخ ما در اون مقطع میخوان خارش بکنن، هر آدم حسابی هم پیدا میشه امروز اونم میخوان خار بکنن به نفع خودشون. اینم به نفع مولا علی که هیچ مدیریتی در اسلام نکرد، میخوان همه شخصیت ها رو گل و لجن ببن. دوستی جا فرستادن فتنه کرد،
ببینید با چه بزرگیت مورخ از اسماء یاد میکنه. در باب حضرت زهرا ما چیزی نشدیم که مثلا فضیلتی چیزی بزرگی اگه هست نشون بدیم ببینیم چه بوده. در این تاریخ ها باستی باشه دیگه، از خود که نمیتوانیم اختراع کنیم. و مادرش اسماء بود دختر ابوبکر رضی الله، و زنی پیر بود با رای و تربیت، و پسرش هرچه کردی به دستوری و مشورت او کرد.